در نیروگاه برقیابی راغون که نزدیک 18000 ساختمانچیان و مهندسان و دیگر کارمندان تکنیکی فعالیت دارند، کارهای ساختمانی در دو بست یعنی شبانه روزی براه مونده شده است. از صفات خوبی کارهای ساختمانی و همچنین روحیه بنیادگذاران این انشاءات بزرگی است عیان است که آنها دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را عاید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عملی ساختمانی سرمشق کاری خیش قرار دادند. چون درک میکنند که این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی رمز صداقت از ممتنات و ننگ و ناموس وطنداری است. وسعت کارها در نقب ساختمانی خبت چهارم، تالار ماشینها، بنای ترانسفرماتورها، پیشدرگات پایانی، کنهای ذخیره مواد سنگ و شغل، نقبهای نقلیاتی و یاریرسان و دیگر انشاءات اساسی نیروگاه به مشاهده میرسد و امروزها کار و عملی سازندگان راغون برای به کار درآوردن اگریگت نوبتی روانه گردیده است. عین زمان کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات گیدروآگریگات رقمی 5 پورا به انجام رسیده، در این موضع متخصصان شرکت های مسئول برای به استفاده دادن آگریگات دویم که 9 سپتامبر سال روان به نقشه گرفته شده است، کارهای آمادگی را وسعت می بخشند. کارهای حفاری، بتون خوابانی و آرماتوربندی در موضع بنیاد دیگر آگریگات ها نیز طبق نقشه پیش می رود. قابل ذکر است که بنیاد این نیروگاه از هر شخصی که در آن اشتراک می کند، پیش از همه نقدکن ها و عموما همه متخصصان و کارگران زحمت سخت و متانت زیاد را طلب می کند، زیرا 90% کارها در زیر زمین انجام داده می شوند. اینک با انجام یافتن کارهای ساختمانی در نقب خبت سیوم، کارگران و متخصصان شرکت های وطنی و خارجی کارهای زمینی، حفاری و آرماتوربندی را در نقب خبت چهارم نیروگاه وسعت می بخشند. مسئولان ساختمان می گویند در این انشاء تا امروز 174587 متری مکعب کارهای حفاری و 222488 متری مکعب کارهای نقبکنی با اجرا رسیده است. کارهای بتون خوابانی در درآمدگاه و قسمت داخلی نقب باشد ادامه دارد. حجم ماهانه بتون خوابانیده شده 6415 متری مکعب و از آغاز ساختمان 38347 متری مکعب را تشکیل می دهد. در درآمدگاه و دیوار حمایوی نقب باشد از آغاز ساختمان 16976 متری مکعب بتون خوابانیده شده است. یادآور می شویم که نقب ساختمانی رقمی 4 از درآمدگاه قسمت زیرفشار تا کامره دروازه های تعمیری، بنای ادارکنی دروازه های تعمیری، قسمت زیرفشار تا کامره دروازه های تعمیری و اساسی، کامره ادارکنی دروازه های تعمیری، صدموی تعمیری و اساسی، اینچنین قسمت اوپارتو و برآمدگاه عبارت می باشد. ریختن و قبط به قبط خوابانیدن و شیبه کردن مواد سنگی و خاکی در سربند پایانی از سطح 962.5 متر ماه مارس سال 2019 آغاز گردیده تا امروز در قسمت ساحل چپ و مجرای سربند پایانی رقم 2 تا سطح 989 متر مواد سنگی و خاکی خوابانیده شده است. برای با صفت انجام دادن کارهای ساختمانی در این موضع از ماشین و مکانیزم های زمانوی استفاده می شود. عین زمان تازه نمودن و پیوستن سربند پایانی به قسمت راست ادامه دارد. بنیاد و برقرارسازی این انشاءات مهم و استراتژی که تحت نظارت به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد، برای تامین زندگی سازوار نسل های امروز و آینده خدمت می رساند. این انشاءات برای رشد اقتصادیات و در مجموع برای پیشرفت تمام ساحه های خواجگی خلق مملکت زمینه مساعد فراهم می آورد. واقعا میدان ساختمان این انشاءات برای تاجیکستان مهم امروز به کارزار زحمت سازنده تبدیل یافته است. در این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت دوام 24 ساعت هر شبانه روز لحظه کار قد نگردیده، دلاوران ساختمان نیروگاه راغون با عزم و اراده قوی شاهکاری می آفرند.